اگه فرزندتون قبلا یک سری از کلمات رو میگفت ولی الان دیگه نمیگه، مثلا حروفش یک سالگی یا کمی زودتر یک سری از حروف رو ادا میکرده مثل ماما یا بابا، ولی الان دیگه احساس میکنی نمیگه الان که بزرگتر شد، علتش چیه؟ چند تا علت داره، توی این ویدیو میخوام راجبش صحبت کنم. سلام، خوش اومدین به کانال تاپ فامیلی. اگر اولین باری که دارین این ویدیو رو میبینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید که به کانال من ملحق بشین و بتونید بقیه ویدیوهای من رو ببینید. امروز میخوام راجع به یکی از سوالات پرتکراری که در مورد حرف زدن بچه‌ها هستش و گاهن میپرسن که چرا کودک ما قبل از یک سالگی مثلا یک سری از کلمه ها رو انگار ادا میکرد یا داشت میگفت ولی الان که بزرگتر شده یادش رفته یا دیگه نمیگه، علتش چیه؟ بچه‌ها بعد از 6 ماهگی یک سری از صداها رو تقلید میکنن، آوازسازی میکنن، وقتی که مثلا با کودکتون حرف میزنی، کتاب میخونی، صداهای در معرض صداهای مختلف که قرار میگیرن دوست دارن که اونها رو تقلید بکنن و تکرار بکنن و این تقلید کردن و تکرار کردنشون هدفمند نیست، یعنی یک جورای بی هدفه، فقط دارن تکرار میکنن، مثلا ماما یا بابا، اینا رو ممکنه تقلید بکنن، تکرار بکنن و شما فکر کنید که کودکتون داره حرف میزنه و در واقع هدفمند نیست و به شخص خاصی این رو نمیگن، بلکه فقط خودشون دارن یک جورای تمرین میکنن که بتونن اون آواها رو تقلید بکنن. بنابراین چون هدفمند نیست فراموش میشه و دیگه تکرار نمیکنن. دومین علتش اینه که وقتی کودکتون مثلا یه چیزی رو داشته تکرار میکرده و بعد مثلا یکی دو ماه بعد دیگه اصلا اون رو تکرار نمیکنه، یادش میره، شاید خیلی دیگه اون پرکاربرد نبوده یا خیلی به گوشش دیگه نرسیده یا نشنیده اون کلمه رو و این باعث شده که به مرور زمان فراموش کرده. بنابراین برای اینکه کودک بتونه تکرار بکنه مجدد حالا اون کلمه ای رو که قبلا ادا میکرده، اینه که بیشتر اون کلمه رو از سمت شما بشنوه، از محیط اطراف بشنوه و یادش نره. سومین علتش اینه که تو اون بازه زمانی که بچه ها داشتن مثلا اون کلمه رو ادا میکردن یا تمرین میکردن که بگن، یک مهارت جدید دیگه ای رو همزمان یاد گرفته، مثلا یاد گرفته که بشینه یا یاد گرفته که سرپا وایسه یا راه بره، اینها باعث شده که تمرکز کودک کمتر شده از اینکه بخواد دیگه اون رو تکرار بکنه و یک مهارت جدید دیگه ای رو یاد گرفته. باز لازمش اینه که شما بارها و بارها تکرار بکنی، یعنی اگر اون کلمه رو دیگه قبلا میگفت و نمیگه، شما براش تکرار بکنین که یادش نره به مرور زمان. و علت بعدیش هم اینه که بچه ها خب تا 2 سالگی حدود 5 بار خوابشون به هم میریزه، مختل میشه، یعنی دچار پس رفت خواب میشن، که یکیش تو 4 تا 6 ماهگی اتفاق میفته، یکیش تو 8 ماهگی اتفاق میفته، یکیش تو 1 سالگی و دوتای آخر هم تو 18 ماهگی و 2 سالگی هستش. تو این بازه ها که در واقع الگوی خواب بچه ها کلن به هم میریزه و تایم بیداریشون یک مقدار طولانی تر میشه، باعث میشه که بچه ها یک مقدار تمرکزشون کم بشه، حتی ممکنه یک سری تغییراتی تو غذا خوردن بچه ها اتفاق بیفته. بنابراین این نقطه عطف رشد کودک به حساب میاد که در واقع کودک وارد مرحله جدیدی از زندگیش میشه و این باعث میشه که تمرکز و در واقع توجه کودک روی اون حالا کارهایی که میگفته انجام میداده کمتر بشه و لازمش باز اینه که شما بیشتر براش تکرار بکنی. بنابراین با توجه به نکاتی که گفتم، اگر احساس میکنید که کودکتون مثلا از 6 ماهگی تا 1 سالگی یک سری آواهایی رو تقلید میکرده یا داشته حرف میزده ولی یا متوقف شده اونها رو نمیگه، علتش اینه که خب اونها هدفمند نبوده، صرفا داشته تقلید میکرده و اینکه خیلی براش دیگه تکرار نشده، یعنی جز کلمات پرتکرار نبوده، فراموش کرده و اینکه مهارت‌های جدیدی رو همزمان یاد گرفته، توجهش کم شده و اینکه الگوی خواب و تغذیهش توی برههایی به هم ریخته و کودک وارد یک مرحله جدیدی از رشدش شده که در واقع اون رو فراموش کرده و لازمش اینه که شما همچنان به صحبت کردن زیاد با کودکتون ادامه بدین، براش کتاب‌های مختلف بخونین که کودک بتونه زودتر اون مرحله در واقع صحبت کردن رو شروع بکنه و بتونه کودکتون زودتر صحبت بکنه. چیزی که حالا به صورت طبیعی هستش معمولا تا 18 ماهگی در حالت خیلی خوب میتونه حدود 25 تا کلمه
رو بگه، ولی بین 5 تا کلمه تا 15 تا کلمه هم عادی هستش، یعنی مشکلی نیست. وقتی کودک بتونه 5 تا کلمه هم تو 18 ماهگی بگه میشه گفت خوبه، یعنی نیاز به اینکه حالا اقدام خاصی انجام بشه نداره. ولی تا 2 سالگی بچه ها حدود 50 تا کلمه رو میتونن صحبت بکنن و تو 3 سالگی که دیگه بیشتر میشه. تو 2 سالگی بچه ها میتونن در واقع جملات 2 کلمه‌ای هم بگن و تو 3 سالگی جملات 3 کلمه‌ای رو میتونن بگن. پس مهم اینه که حتما برای کودکتون وقت بذارین، بیشتر براش کتاب بخونین و کودک برای اینکه زودتر هم بتونه صحبت بکنه لازمش اینه که یک سری تقلیدهای غیر کلامی رو از سمت شما ببینه، مثلا بای بای کردن که مثلا دستتون رو تکون میدین، یا مثلا اخم کردن که تو چهرتون اون رو ببینه، یا مثلا ایستادن یا نشستن. اینا تقلیدهای غیر کلامی رو در واقع به چشمش ببینه و تماس چشمی بیشتری با شما برقرار بکنه. مثلا یک کارهایی رو میتونه انجام بدین که کودک بیشتر توجه کنه به چهره شما، به صورت شما، به اینکه چطور دارین صحبت میکنین. بنابراین اهمیت داره که موقعی که دارین باهاش حرف میزنی حتما به چهره کودک توجه بکنی که اون هم بتونه لبهای شما رو ببینه و روبروی کودک حتما بشینی وقتی داری براش کتاب میخونی که کودک باز بتونه چهره شما رو ببینه. و اینکه به کودکتون یاد بدین که کم کم دیگه از 9 ماهگی بتونه اشاره بکنه، مثلا یک چیزی رو میخواد یا منظورش رو میخواد برسونه، از انگشت اشاره استفاده بکنه و لازمش اینه که خودتون براش اینو استفاده بکنین که اون هم یاد بگیره. مثلا دارین کتاب میخونین با انگشت اشاره نشون بدین که مثلا این گله یا این ماشینه. و حالا چندین بار که برای کودکتون خوندین بعدها میتونین ازش بپرسین که مثلا گل رو نشون بده. اینها در واقع پیش مقدمه صحبت کردن کودک هستش و کارهایی هستش که کمک میکنه کودک کم کم بتونه کلمات رو بیان بکنه. امیدوارم نکاتی که تو این ویدیو گفتم براتون آموزنده بوده باشه. اگر از ویدیو من استفاده کردین حتما ویدیو من رو لایک بکنین و برای دوستاتون این ویدیو رو بفرستین. اگر سوالی هم دارین میتونین تو قسمت کامنت ها ازم بپرسین. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.